درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. نخست مرور خواهیم داشت بر خلاصه ای از مهمترین خبرها. نشت گاز متان در یکی از کارگاه‌های شرکت زغالسنگ طبس بیش از 51 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت. شربین حاجی پور خالق ترانه برایه از مختوم شدن پرونده قضایی خود خبر داد. ماموران امنیتی از خروج گوهر عشقی از خانه برای تحسن و اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران جلوگیری کردند. در اولین روز مدرسه ریزش سقف یک کلاس در ارومیه دو دانش آموز را مصدوم کرد. حمله جنگنده‌های نیروی هوایی اسرائیل به جنوب و شرق لبنان به کشته شدن 274 تن انجامید. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که مقامات این کشور در حال تحقیق در مورد احتمال کشته شدن یحیی سنبار، رئیس جدید دفتر سیاسی حماس هستند. و شهردار همترامیک در ایالت میشیگان که تنها شهر با اکثریت مسلمان در ایالات متحده به شمار می رود حمایت خود را از دونالد ترامپ اعلام کرد. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. امروز دوشنبه 23 سپتامبر 2024 میلادی برابر است با دوم مهرماه سال 1403 خورشیدی. حادثه انفجار معدن زغالسنگ در طبس که ساعت 21 شنبه شب 31 شهریور ماه در پی نشت گاز متان در یکی از کارگاه های شرکت زغالسنگ طبس اتفاق افتاد، تا امروز دوشنبه دوم مهرماه بیش از 51 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشت و تعدادی از کارگران هم مفقود شدند. این انفجار در عمق 250 متری یکی از تونل های معدن رخ داد و عملیات امداد توسط تیم‌های تخصصی آغاز شد. به گزارش روزنامه پرهیختگان درباره جزئیات معدن زغالسنگ در طبس، سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ گفت بعید است آمار فوت شدگان به بیش از 55 تن برسد. طبق آخرین آمار 58 تن در تونل منفجر شده حضور داشتند. این انفجار تنها یکی از چندین حادثه مرگبار در معادن ایران تا یه سالهای اخیر بوده و عدم نظارت کافی بر رعایت استانداردهای ایمنی معادن یکی از دلایل اصلی این حوادث است. شربین حاجی پور خواننده ترانه اعتراضی برایه روز دوشنبه دوم مهر ماه اعلام کرد که پرونده قضایی او مختوم شده است. او در ویدیویی در استوری اینستاگرام خود ضمن اعلام این خبر گفت که مختوم شدن پرونده او گویا با موضوع بخشنامه عفو که در روزهای گذشته رسانه‌های ایران درباره آن اطلاع رسانی کرده بودند مرتبط است. شبین حاجی پور 9 مرداد اعلام کرده بود که حکم 3 سال و 8 ماه حبسی که در دادگاه بدبی به دلیل ساخت قطعه برایه به او داده بودند در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. او در پیام روز دوشنبه خود ابراز امیدواری کرد که نسل او بتواند آنگونه که لایق آن است زندگی کند و افزود امروز قرار است زندگی کنیم و فردا واقعا دیر است. ماموران امنیتی روز دوم مهر ماه از خروج گوهر عشقی، مادر دادخواه ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس کشته شده در بازداشتگاه پلیس فتا از خانه برای تحسن و اعتراض در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران جلوگیری کردند. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، روز یک شنبه با اشاره به اعتصاب قضایی مادرشان گوهر عشقی به دادخواهی ستار و در حمایت از دادخواهان زندانی در جمهوری اسلامی از تهدید شدن از سوی حکومت خبر داد. گوهر عشقی هفته گذشته در نخستین پیام ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد گفت اگر مادر شهریار محمدی از کشته شدگان اعتراضات سراسری 1401 آزاد نشود، او به نشانه اعتراض در مقابل نمایندگی سازمان ملل متحد در تهران اعتصاب قضا خواهد کرد. مادر دادخواه ستار بهشتی روز یک شنبه هم در یک پیام ویدیویی بار دیگر بر تصمیم خود برای اعتصاب تاکید کرد و گفت اگر نیروهای حکومت علی خامنه ای مانع شوند، او مقابل امامزاده صالح اعتصاب خواهد کرد و از هر کس که به او بپیوندد
استقبال خواهد کرد. ریزش سقف یکی از کلاس‌های هنرستانی در ارومیه دوشنبه دوم مهر ماه و همزمان با آغاز سال تحصیلی دو دانش آموز را مصدوم و راهی بیمارستان کرد. به گزارش وبسایت خبر آنلاین از آذربایجان غربی، آموزش و پرورش این استان در اطلاعیه‌ای گفت که دانش آموزان حادثه دیده مداوا و ترخیص شدند و ابعاد حادثه در دست بررسی است. در این اطلاعیه که در واکنش به رسانه‌ای شدن این خبر صادر شده، آمده که نماینده وزیر آموزش و پرورش و مدیران کل استان از محل حادثه بازدید کرده و دستور بهسازی و بازسازی سریع مدرسه را صادر کرده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یک شنبه اول مهر ماه مدعی شد که 12 تن را که به گفته این نیرو با اسرائیل همکاری داشته و علیه امنیت ملی اقداماتی را برنامه ریزی می کردند در 6 استان ایران بازداشت کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه ای شعارگونه مدعی شده که اسرائیل و حامیان غربی آن در نوار غزه و لبنان شکست خوردند و اکنون می خواهند که بحران را به داخل خاک جمهوری اسلامی ایران بیاورند. ادعای بازداشت 12 همکار اسرائیل که درست بعد از انفجار پیجرها و کشته شدن کادر رهبری نیروهای ویژه رضوان حزب الله صورت می‌گیرد، بیشتر به نظر می‌رسد که تلاشی برای راضی کردن انتقادات حامیان جمهوری اسلامی از ناکامی‌های پیاپی اطلاعاتی سپاه باشد. سپاه پاسداران در بیانیه خود اعلام نکرده که این افراد چه زمانی بازداشت شدند. جمهوری اسلامی سابقه بازداشت افراد مختلف و طرح ادعاهای دروغین علیه آنها نظیر همکاری با اسرائیل دارد که از جمله آن میتوان به پرونده مازیار ابراهیمی اشاره کرد که مقامات حکومتی او را به دروغ به ترور دانشمندان هسته‌ای متهم کرده بودند. با انتشار ویدیوی مجتبی خامنه‌ای پسر دوم رهبر جمهوری اسلامی ایران که در آن از تعطیلی موقت کلاس‌های درس خارج از فقه خود خبر داده، واکنش‌ها به این موضوع همچنان ادامه دارد. مجتبی خامنه‌ای روز یکشنبه در اقدام بی‌سابقه با انتشار ویدیویی در کانال تلگرامی خود که رسماً در ایران فیلتر است، گفته است که نمی‌داند که تعطیلی این کلاس آنلاین همیشگی است یا موقت و این تصمیم سیاسی نیست و بدون مشورت با پدرش عملی شده است. مجتبی خامنه‌ای 55 ساله است و از زمان اعتراضات سراسری سال 1388 که گفته شده او برای سرکوب آن در هدایت بسیج و سپاه پاسداران و همچنین گروه‌های موسوم به حزب اللهی نقش اصلی را داشت، نام او به عنوان جانشین احتمالی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است. خبرگزاری تسنیم دلیل تعطیلی دروس آنلاین مجتبی خامنه‌ای را به استقبال بسیار از آنها و ملاحظات اخلاقی او در برابر سایر اساتید این دروس که در حوزه علمیه هم سابقه دارد مرتبط دانسته و از تایید سرخ میرزایی عضو مجلس خبرگان هم نقد کرده که مجتبی خامنه‌ای ورع و احتیاط شدیدی دارد. با این حال برخی دیگر از صاحب نظران مسائل دینی با اشاره به سابقه تعطیلی دروس مراجع تقلید میگویند که تعطیلی این دروس معمولا جنبه اعتراض دارد. برخی دیگر هم میگویند که دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای تغییر کرده و از بنیادگرایی افراطی فاصله گرفته است و از همین رو در پی جلب توجه روحانیون برآمده است. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی رهبر ایران رسما فردی را به عنوان دستیار خود منصوب کرد. محمد مخبر معاون سابق رئیس جمهور که در گروه حلقه نزدیکان علی خامنه ای قرار دارد، روز دوشنبه در حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان مشاور و دستیار او برگزیده شد. خامنه ای در این حکم از خدمات متحدانه و تاثیرگذار او تقدیر کرده است. او تاکید کرده که وظیفه مخبر امتداد سیاست دولت ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین ایران است. محمد مخبر که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست، پیش از رسیدن به مقام معاونت ریاست جمهوری در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بود که وعده تهیه واکسن ایرانی برای مقابله با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران را داده بود. ایران گرانشمند، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم.
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31 818-344-5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. رسانه‌های حقوق بشری ایران خبر می‌دهند که دیوان عالی کشور حکم اعدام حاتم ازدمیر، زندانی سیاسی تبعه ترکیه را تایید کرده است. بر اساس خبر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ که روز یکشنبه اول مهر ماه منتشر شد، این تصمیم علی‌رغم نقض قبلی حکم توسط همین شعبه و عدم تغییر در پرونده وی بار دیگر صادر شده است. حاتم ازدمیر در تیر ماه سال 1398 در جریان درگیری میان سپاه پاسداران و حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در حالی که زخمی و بیهوش بود، در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه واقع در منطقه چالدوران بازداشت شد. این شهروند ترکیه بعد از تحمل 2 سال و 9 ماه بازداشت از سوی دادگاه انقلاب خوی به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که نشست سالانه خود را برگزار کرده، چارچوب کلی یک توافق موسوم به پیمانی برای آینده را به منظور مقابله با چالش‌های قرن 21 تصویب کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، از 93 عضو این سازمان جهانی به دلیل تصویب پیمان آینده تشکر کرد و این اقدام را گامی در جهت گشایش همکاری بین‌المللی برای مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات آب و هوا، هوش مصنوعی، تشدید درگیری‌ها، افزایش نابرابری و فقر و بهبود زندگی بیش از 8 میلیارد تن در جهان دانست. پیمان 42 صفحه‌ای یاد شده روز یکشنبه در افتتاحیه نشستی 2 روزه به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد موسوم به اجلاس سران آینده به تصویب رسید. از جمله رهبرانی که قرار است در این اجلاس سخنرانی کنند میتوان به مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و سرگئی برشنین معاون وزیر امور خارجه روسیه اشاره کرد. مسعود پزشکیان علاوه بر سخنرانی در نشست اجلاس آینده مجمع عمومی سازمان ملل که زمان آن بامداد سه‌شنبه به وقت ایران اعلام شده، قرار است که در حاشیه برپایی این رویداد همچنین با سران و نمایندگان برخی کشورهای شرکت کننده در 79th نشست مجمع عمومی دیدار و گفتگو کند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که مقامات این کشور در حال تحقیق در مورد احتمال کشته شدن یحیی سنبار، رئیس جدید دفتر سیاسی حماس، در حملات هوایی به نوار غزه هستند. بنا به این گزارش‌ها، عدم ارتباط‌گیری نسبتاً طولانی مدت یحیی سنبار با دنیای بیرون باعث شده که احتمال کشته شدن او مورد بررسی قرار بگیرد. یحیی سنبار بعد از اینکه اسماعیل هنیه نزدیک به 2 ماه پیش در تهران ترور شد، به عنوان جانشین او در مقام رئیس دفتر سیاسی حماس معرفی شد. از یحیی سنبار به عنوان طراح اصلی حمله روز 7 اکتبر سال 2023 حماس به اسرائیل یاد می شود و گفته می شود که او بعد از آغاز جنگ غزه به تونل‌های زیرزمینی حماس در نوار غزه پناه برد. در گزارش رسانه‌های اسرائیل آمده که هنوز هیچ گونه شواهد محکمی مبنی بر
کشته شدن یحیی سنبار به دست نیامده است. مقامات اسرائیل در حالی به دنبال تحقیق در مورد احتمال کشته شدن یحیی سنبار هستند که شینبت، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل، بر این باور است که مرد شماره یک گروه حماس همچنان در قید حیات است. در ادامه تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان که با حملات متقابل همراه بوده، جنگنده های نیروی هوایی اسرائیل روز دوشنبه به جنوب و شرق لبنان حمله کردند. وزیر بهداشت لبنان عصر دوشنبه دوم مهر ماه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که کشته شدگان این حملات به 274 تن رسیده که شامل 21 کودک و 39 زن می شود. به همچنین گفت که حدود 5000 لبنانی در کمتر از یک هفته بر اثر حملات اسرائیل زخمی شدند که اشاره به انفجار پیجرها، بیسیمها و وسایل ارتباطی گروه حزب الله و همچنین حمله اسرائیل به جنوب لبنان است که باعث کشته شدن فرماندهان ارشد یگان رضوان این گروه شبه نظامی شد. وزیر بهداشت لبنان خبر داد که هزاران خانواده از محل بمباران‌ها فرار کرده و آواره شدند. این مرگبارترین روز در لبنان از زمان آغاز درگیری میان گروه حزب الله و ارتش اسرائیل از نیمه مهر ماه سال گذشته است. رئیس جمهوری ایرلند سفارت اسرائیل در دوبلین را به افشای مفاد نامه‌ای متهم کرد که او به مسعود پزشکیان به مناسبت آغاز به کار همتای جدید او در جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده بود. مایکل هیگینز که برای شرکت در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، روز یک شنبه اول مهر ماه به خبرنگاران گفت که نمی‌داند چگونه نامه او افشا شده، اما یقیناً سفارت اسرائیل در دوبلین این کار را کرده است. او گفت که نامش استاندارد و در چارچوب شاد باش به یک رئیس جمهوری است که تازه کار خود را آغاز کرده است. انتشار مفاد نامه رئیس جمهور ایرلند به مسعود پزشکیان در ماه گذشته انتقاداتی را در ایرلند برانگیخته و سفارت اسرائیل هم از آن انتقاد کرده بود. با این حال سفارت اسرائیل در دوبلین اتهامات وارده از سوی رئیس جمهور ایرلند در خصوص افشای عامدانه نامه از سوی این سفارتخانه را با این عنوان که یک اتهام بی اساس است رد کرد. امیر قالب شهردار همچامک در ایالت میشیگان آمریکا که تنها شهر با اکثریت مسلمان در ایالات متحده به شمار می‌رود، حمایت خود را از دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق و نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. قالب روز یک شنبه در پستی که به زبان عربی در فیسبوک نوشت، انتخاب دونالد ترامپ برای پست ریاست جمهوری آمریکا را درست‌ترین و مناسب‌ترین انتخاب در این زمان حساس توصیف کرد. امیر قالب آمریکایی یمنی تبار که 44 سال پیش در یمن به دنیا آمده و 3 دختر دارد، گفته است که او با ترامپ درباره همه چیز به توافق نرسیدند، اما تاکید کرد که رئیس جمهور سابق را فردی مناسب می‌داند. نادرش من بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا. از زمان تصادف و صدمات بدنی، از ابتدا تا پایان پرونده، حتی تا ترایل و دادگاه با شماست. هیدری لا با بهره‌گیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از 10 وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا. در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود. 818-818-0707 hidarilagroup.com. ویست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه ویست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، ویست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز
در وست ساید مدیکال فارمیسی موجود است. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم؟ غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. خبرها رو دنبال میکنیم. با تشدید رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و نامزد حزب دموکرات یک شنبه 1 مهر ماه توانست 27 میلیون دلار را طی یک گردهمایی جمع‌آوری کمک‌های مالی در نیویورک جمع‌آوری کند. به گفته یکی از مسئولان کمپین هاریس، این مبلغ بزرگترین جمع‌آوری کمک‌های مالی از زمان به دست گرفتن کمپین ریاست جمهوری جو بایدن توسط هاریس است. آسوشیتد پرس به نقل از این مقام که نامش فاش نشده آورده است که اگرچه هاریس به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا از منابع مالی برخوردار است، اما این پول‌های جدید برای رقابت با تبلیغات گران قیمت گروه‌های ثروتمند خارجی که از ترامپ حمایت می‌کنند مهم و مورد نیاز خواهد بود. بعد از زنجیره‌ای از نتایج ناامیدکننده انتخاباتی، سرانجام حزب چپ میانه اولاف شولتز صدراعظم آلمان توانست از رقیب افراطی خود پیشی بگیرد و با اختلافی اندک به پیروزی برسد. حزب سوسیال دموکرات توانست روز یک شنبه اول مهر ماه در انتخابات پارلمانی ایالت براندنبورگ در شرق آلمان با کسب 31% آرا و با اختلافی اندک به پیروزی رسیده و حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان یا AfD را پشت سر بگذارد. رانگوان اجمن، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای سپهر. روز کار خوشی رو براتون آرزو میکنم.